با درود فراوان خدمت شما بینندگان شبکه جهانی پارس، من لیلا هاشمیان توجه شما را به مشروع خبرهای این ساعت جلب می کنم. عراق روز گذشته از آمریکا تقاضا کرد تا با حمله هوایی علیه شبه نظامیان گروه داعش و متوقف کردن پیشروی این گروه به شهرهای دیگر به این کشور کمک کند. پس از دریافت این تقاضا، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با سران کنگره این کشور دیدار کرد. در این دیدار باراک اوباما گفته است که برای انجام عملیات در عراق نیازی به اجازه کنگره ندارد. بعد از این نشست تصمیم بر آن شد که هر نوع تصمیم گیری درباره کمک نظامی به عراق به اصلاحات سیاسی توسط دولت عراق مشروط باشد. اعضای دولت اوباما از نوری المالکی نخست وزیر عراق مایوس شدند. چاک هگل وزیر دفاع آمریکا گفته است دولت فعلی عراق هیچگاه به تعهدات خود برای ایجاد یک دولت فراگیر شامل کردها، سنیها و شیعیان عمل نکرده است. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا با نوری المالکی گفتگوی تلفنی داشته است. در این مکالمه جو بایدن درباره راهکارهای ممکن دیگری که پیشروی گروه تروریستی داعش را متوقف کند صحبت کرده است. در همین راستا باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که نیروهای آمریکایی برای بار دوم در عراق نخواهند جنگید. او گفت که واشنگتن توانایی ارسال هزاران سرباز به عراق را ندارد و چنین اقدامی منطقه را شعله ور خواهد کرد. اوباما تاکید کرد آنچه در عراق روی می‌دهد جنگ داخلی گسترده است و برای پایان دادن به آن نیاز به رهبرانی وجود دارد که به یکدیگر اعتماد می‌کنند. او خاطر نشان کرد که نیروهای داعش در تلاش هستند که دولت مرکزی عراق را ناتوان کنند. رئیس جمهوری آمریکا گفت که واشنگتن فعالیت‌های اطلاعاتی خود را در عراق برای کسب اطلاعات بیشتر از اوضاع افزایش داده است. او افزود هنگامی که نیاز به دخالت نظامی در عراق باشد، این اقدام با مشورت دیگر کشورهای منطقه صورت خواهد گرفت. اوباما ادامه داد که دولتش آماده اعزام مشاوران نظامی آمریکایی به عراق برای پشتیبانی از نیروهای امنیتی و ارتش این کشور است. طبق گزارش آسوشیتد پرس، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه در شبکه NBC گفت که وی پیشنهادی برای همکاری با جمهوری اسلامی در مورد حل بحران عراق نداده و نمی‌داند این اخبار از کجا می‌آید. وی افزود آنچه من گفتم تبادل اطلاعاتی با ایران بود تا آنها بدانند ما چه فکر می‌کنیم. در این حال جان کری احتمال حمله هوایی به داعش را منتفی ندانسته و گفته است که همه گزینه‌ها بر روی میز است. پیشتر در شبکه‌های خبری آمده بود که جان کری گفته است آمریکا آماده مذاکره با جمهوری اسلامی در مورد عراق است. ژنرال مارتین دمسی، رئیس ستاد کل ارتش آمریکا نیز گفته است واشنگتن تا زمانی که اطلاعات درست بیشتری دریافت نکند، نمی‌تواند در مورد درخواست عراق برای انجام حملات هوایی به شورشیان تصمیم گیری کند. وی تأکید کرد که تصاویر موجود باید تصدیق شوند، چرا که در غیر این صورت به سختی می‌توان فهمید از هوا به چه کسی حمله می‌کند. در همین راستا مرکز پژوهش‌های مجلس جمهوری اسلامی در گزارش تازه خود در مورد بحران عراق نوشته است که تسلط داعش به مناطق سنی نشین عراق بیشترین تهدیدهای منطقه‌ای را علیه جمهوری اسلامی ایجاد می‌کند. بنابراین توصیه کرده است برای حل این بحران با بازیگران کلیدی منطقه مانند آمریکا همکاری و رایزنی کنند. مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین در گزارش خود آورده است که داعش در مقایسه با القاعده رویکرد بسیار رادیکال‌تری در قبال شیعیان و جمهوری اسلامی دارد. بعد از انتشار خبر حمله گروه داعش به یک پالایشگاه مهم در عراق، بهای جهانی نفت روز پنجشنبه 19 ماه جون افزایش یافت. بهای یک بشکه نفت برنت دریای شمال به 114.59 دلار رسید که 33 سنت بیشتر از قیمت روز قبل بود. نفت آمریکا نیز با افزایش 57 سنتی به 106.54 دلار برای هر بشکه رسید. این در حالی است که صادرات نفت عراق در هفته‌های گذشته حتی یک بشکه هم کاهش نداشته است. گزارشات متناقضی درباره صادرات نفت بجی منتشر شده است، در حالی که ارتش عراق میگوید کنترل کامل این پالایشگاه را در اختیار دارد. پرچم سیاه داعش بر فراز این پالایشگاه دیده شده است، اما سخنگوی ارتش عراق
اعلام کرده است که پالایشگاه در تصرف کامل نیروهای دولتی است. از سوی دیگر توقف فعالیت این پالایشگاه در چند روز اخیر موجبات نگرانی مردم در منطقه کردستان عراق را فراهم آورده است. در تلعفر نیز درگیری میان ارتش عراق و گروه داعش برای بازپسگیری فرودگاه این شهر همچنان ادامه دارد. ارتش شماری از شهرهای جنوب سامرا را هم پس گرفته است. درگیری‌های نظامی میان شبه نظامیان عشایر عراق و داعش با نیروهای المالکی که به دنبال سقوط موصل دومین شهر عراق به دست مخالفان المالکی صورت گرفت باعث شد که شبه نظامیان ایرانی و عراقی از قبیل لشکر قدس سپاه پاسداران و لشکر ابوالفضل العباس که در سوریه با مخالفان سوری می‌جنگیدند این کشور را به قصد عراق ترک کنند. به گزارش تلویزیون العربیه، منابع مخالفان سوری از متوقف شدن بسیاری از عملیات نظامی رژیم سوریه به ویژه در مناطقی که تحت کنترل مخالفان است خبر دادند. مخالفان اسد خروج شبه نظامیان لشکر ابوالفضل و لشکر قدس سپاه پاسداران جمهوری اسلامی به فرماندهی قاسم سلیمانی از سوریه و انتقال آنها به عراق را یکی از دلایل عمده کاهش درگیری‌ها در این کشور دانستند. گفتگوهای دو جانبه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و کاترین آشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا روز پنجشنبه پایان یافت و پس از آن مشورت‌های داخلی میان اعضای 5 به علاوه 1 آغاز شد. محمد جواد ظریف اعلام کرد که نگارش متن توافق جامعه اتمی با کندی آغاز شده است. به گفته ظریف اگرچه هنوز اختلافات بسیار اساسی است اما طرفین نگارش را از مواردی آغاز کرده اند که بیشتر مورد توافق است. مهلت 6 ماهه توافق موقت اتمی 30 تیر ماه به پایان می‌رسد. از سوی دیگر یک دیپلمات غربی که نخواست نامش فاش شود عدم تغییر در مواضع اتمی جمهوری اسلامی را نگران کننده دانست. مذاکرات اتمی در وین قرار است تا روز جمعه ادامه پیدا کند. صادق زیبا کلام تحلیلگر سیاسی در دادگاه انقلاب به 18 ماه حبس تعزیری محکوم شده است. به روز چهارشنبه 28 خرداد ماه در صفحه فیسبوک خود نوشت که دادستان تهران او را به علت طرح این سؤال که هسته‌ای چه حاصلی برای مملکت داشته به زندان محکوم کرده است. یکی دیگر از دلایل این حکم نامه‌نگاری با حسین شریعت‌مداری، مدیر مسئول روزنامه محافظه‌کار کیهان و حمید رسایی نماینده مجلس در رابطه با مناقشه اتمی جمهوری اسلامی عنوان شده است. صادق زیبا کلام همچنین از روند دادگاه اختلاس 3000 میلیارد تومانی و احکام آن انتقاد کرده بود. وی گفته بود این دادگاه بیش از آن که به دنبال کشف حقیقت و اجرای عدالت باشد به دنبال ارضا و اقناع افکار عمومی بوده است. این سخنان بی اکنون منجر به محکومیتش به زندان شده است. صادق زیبا کلام در اواخر بهمن ماه سال 91 در یادداشتی مهافرید خسروی متهم ردیف اول پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی را که به اعدام محکوم شده بود نابغه خوانده و او را با چهره‌هایی مانند بیل گیتس، استیو جابز و هنری فورد مقایسه کرده بود. وی تاکید کرده است که به این حکم اعتراض دارد و منتظر برگزاری دادگاه تجدید نظر است. بینندگان عزیز، در این لحظه پیام‌های بازرگانی